بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت تمام شما بیننده های عزیز و گرامی هم. هموطنان عزیز، امروز آمدیم در منطقه سرخ‌آباد و خیلی از هموطنان ما هم گفته بودن که از منطقه سرخ‌آباد یک گزارش تهیه کنید که بخیر کار سرک و کجا رسته در سرخ‌آباد. کار سرک سرخ‌آباد بخیر کارایش در حال هموارکاری هسته. یک قسمت هایی که شما اینجا مشاهده میکنید کار هموارکاریش شروع شده، لودرها آمدن اینجا یک کاری هموارکاری را شروع کردن، یعنی که تخریب در این منطقه وجود نداره. کسی که خانه هایش در مسیر از این سرک قرار داشته تخریب شده، تکمیل شده، خلاص شده. کارش کاری هموارکاریش با اسکواترها و لودرها و اینا اینجا شده یک مقدار و مقدار دیگه هم مانده که بخیر کار هموارکاری و کار زی سرک هم بخیر تکمیل شوه و آماده شوه برای قرریزی بخیر. و همه قسم این طرف هم در خود منطقه سرخ‌آباد هستیم و اینجا بازارک سرخ‌آباد هسته. اینجا ماشینالات ها هستند که برای آماده هستند برای کار هموارکاری زی سرک. البته هموطن عزیز، یک چیز را ناگفته نباید مانیم که در قسمت های سنگچال و شهرک همت و این طرف ها کادم بره تخریبات رو میبیند، دلادم یک کمی میسوزه برای از اون ساختمان ها و برای از اون پیسه هایی که مصرف شده. و اما در این منطقه سرخ‌آباد که بیایی کار از سرک که ببینی و سهولتی که ایجاد میشه، قرار ایجاد شده برای از مردم که ببینی، واقعا آدم یک حس خوشحالی عجیبی پیدا میکنه. به خاطر از اینکه راه رفت آمد از این مردم در منطقه سرخ‌آباد بسیار با مشکلات مواجه هستند. یک سرک خامه هست و و هم که همتون عزیز میبینن که دیگه این قسم خاک هست و گیل هست و اینا بسیار در زمستان گیل میشه و در تابستان هم خاک هست. این کار سختی است، رفت آمدشون خیلی سخت بود، دچار مشکلات زیاد بودن و با وجود آمدن از این سرک بخیر کار رفت آمد از این مردم خیلی راحت میشه و خوب میشه. دیگه واقعا یک سهولت خیلی بزرگی است با این کار از این سرک. دیگه اینجا هم که شما میبینین اسکواترها آماده هستن، ماشین‌هایی اینجا هستن که در حال چی هستن؟ آمدن برای کار سرک بخیر. دیگه سرک بخیر کارش شروع شده اینجا، کار هموارکاریش تکمیل است و این سرکی هم که این موتر در حال حرکت است، این سرکی عمومی سرخ‌آباد است که تا سرخ‌آباد می آمدن موتر از سمت برچیک وقت می آمد از اینجا می آمد، از قلعه قاضی عبور میکرد و می آمد. دیگه یک سرک کاملا خامه خاکه و و هم که منطقه کابل که شما میبینید که کابل ریگزار نیست، گیل است. در زمستان خیلی رفت آمد دشوار میشود، در تابستان گرد و خاکش اما قسم، یعنی بسیار آزار دهنده بود دیگه. و اما در این منطقه اینجا تمام از این ماشینالاتی که شما میبینید اینجا آماده هستند برای شروع کاری سرک بخیر. اینجا این موتر ماشینالات هم هست، اسکواترها و لودرها اینا بخیر آماده میشه، بعض جاها رو کارش تکمیل کرده و اینکه از اینجا بخیر کار شروع شود دیگه، تا اینکه سمتای سنگچال و شهرک همت و این طرفا کاری تخریبات یک مقدار مونده که اونا هم تکمیل شود دیگه بخیر کار هموارکاری شروع میشه. میریم همراهی اهالی از این منطقه و اگر بتونیم کارگرایی که در این منطقه کار میکنن پیدا کنیم، همراهشون مصاحبه میکنیم که کارها بخیر به کجا رسیده و از مشکلات و چالش هایی از این مردم هم پرسان خواهد کردیم. با ما همراه باشیم.
هموطنان عزیزم، در ساحه سرخ‌آباد هستیم و این سرکی که شما مشاهده میکنین سرک عمومی سرخ‌آباد است که مطرح فقط از این سرک از این طرف سمت برچین میه، از این سرک معلوم میشه و این طرف هم برد هم سمت سرخ‌آباد. دیگه یک سرک بسیار خاکه و گلی و که واقعا دیگه در اینجا نزمستان رفت آمد و برمرور بسیار مشکل است. و اینی طرف هم مشم که فکر کنم مگن خیرآباد میشه، سمت خیرآباد مره. دیگه این سرک خیرآباد است. در اینجا کار سرک بخیر هم یک مقدار خاک برداری اینایش شده، دیگه کارش جریان داره. همه قسم که شما مشاهده میکنین اینجا کارهای خاکبرداری سرک شروع هسته. این سرک سرک خیرآباد هسته و میرن سمت خیرآباد و ما هم میریم که بخیر دمی سرک خیرآباد ها گرفته میریم که بخیرآباد شوه. و اینجا هم کاری ماشینالات که کار کردن، کار خاکبرداری اینا شک مقدار کارش شده و همینطور ادامه داره به این مسیر. او پیشا البته کار همین خاکبرداری و اینا جریان داره که انشالله بریم از او قسمت ها هم بر شما گزارش میگیریم و تا یکی که بخیر کار خاکبرداری از این سرک به کجا رسیده. و اینجا هم همه قسم است خاکبرداریش شده، دیگه یک مسیر سرک دیگه بخیر خاکبرداری هاشه و هموار میشه برای کار پختکاریش بخیر. دیگه میریم سمت همه قسمت هایی که کار جریان داره، با ما همراه باشیم. سلام علیکم. علیکم برسلام، چطور برادر؟ خوب هستین؟ خوب هستین؟ خوب خیر هستین؟ سلامت باشین؟ بخیر باشین؟ در سایه دیوال ششتین همراهی رفقا و اندوالا دیگه. بله، این دوستان بابا ها کیا بچارگو کار از دیست چه نمیه که کارم نیست که بازم ممیجه ششتا دیل یاره دوستفه داره آره یا از امی چند سوای عمری که باقی مندن لذت ببرن دیگه. بله بله، کار دیگه پس از دیگه طبقه کار از جوانی تا به پیری از پیری طبقه یاره. بله، همادم امروز از منطقه شما یک گزارش بگیریم در مورد ساخت و ساز سرک جدیدی که بخیر قرار است اینجا ساخته شود و همچنین چالش ها و مشکلات هایی که سابق شما در سرک داشتیم. ما که آمدیم سرک دیدیم یک سرک خاکه و گیلی است که در زمستان شاید خیلی گیل شود، رفت آمد مردم بسیار مشکل شود. بله مشکلم بود. بله شما بگین که سرک میتونه که سرک جدید که جور شد چقدر سهولت برای از این مردم ای منطقه سرخ‌آباد میتونه شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سرک، شفاخانه، مکتب اینا برای سهولت منطقه است. بله. اینا برای نفع منطقه است، خوب است. بله. اما یک تعداد متضررینی که شده، مردم از اطراف آمده اینجا یک خانه گلی جور کرده، او هم که در نقشه رفته. از دولت امیدوارم که امو خساره و امو مصرف از اونا رو بیته. این دیگه در ذات خود مکتب خوبه، سرک خوبه و شاید هم خوب باشه. منتها پیش از این که سرک جور میشد و به این مردم از دست بی آبی و بی برقی مردم بسیار در تنگنای قرار گرفته بود. پیش از این که سرک جور میشد یک آبرسانی درست میشد، یک برق منظم میماد، این برای مردم یک سهولت خوب بود. اما سرک خوب است، در آینده ها شاید خوب شود. اما مشکلات مردم یعنی مال این مشکلات است در زمین ساحه که از چشم باد مردم دوله گرفته در فرغون مره، از اینجا یک کمی آب میاره، یک چند بله یک چند تا مافیای آب که اینجا هسته برادر و هر روز پیسه جمع میکنه و آب هم نمیده بر مردم. زمستان که شوه یک نفر معذف است که بره استاد شوه که کی آب اعلام میکنه،
بیایم و هم وضع شوا میایه وضع شوا نمیایه، فقط هم پول جمع کردن است دیگه. دولت میخواییم که دوباره از اینو یک تصمیم میگیره برای مردم، یک آسایش پیش بیاره چیز هست دیگه. دخن یعنی مشکلات برق متاسفانه که کابل دمی چند وقت بسیار جدی داره، یعنی تمام سایه کابل هم رقم است که برقا بسیار کم میایه و هوا گرم است و مطلب برق هم بسیار بالا است. و همچنین مشکلات آبی که در این منطقه دارین، خب یک مشکل جدی است، بله. باید برش رسیدگی شده. واقعا آب نعمت خدا هست که اگر خانه ای کاب نداشت مایه حیاتی مردم هست دیگه، بی آب زندگی نمیشه. بله، بی آب زندگی بسیار مشکل است. بله، انشاءالله که مشکل شما حل شده. مشکلات کمابی شما از چی وقت به این سو امیدتم ادامه داره؟ والا از اولا که بود یک کمی خوب بود، همین ساحه خوب بود، مردم چاهای دستی داشت و یک 12 متر 15 متر الی 20 متر آب بود. اما یک چند تا آمده اینجا، یک مافیا اینجا آمده، یک اینجا آمده، اونم آب میزنه، پیسای مردم میگیره که ما برای شما آب میتیم. یک وقت دو وقت که آب الی کرد، بعد از او دیگه آب نیه. مگه تو خبر نداری که آب نوبت شده؟ پیسه مردم میگیره، در تمام جای یعنی 30 روپه. حتی ما در جای خیلی هم چی دیدم که متر 30 روپه یا 40 روپه یا 60-70 روپه میگیره، 60-70 روپه پول جمع متر. آره پول میگیره. شما در کدام چی نوع دولتی مثل حوزه مثل شهرداری اینجا چی مراجعه نکردین، شکایت نکردین اهالی منطقه که این رقم یک مشکلات داریم؟ شما بیاین امیر بررسی کنین که واقعا آب از این چای از این خشک است یا اینجا آب کم است، یا ای که همه آدم همه تر مردم از این منطقه را چی میکنه تضرر میکنه. ما اینم اینجا یک نفر چا میزد مانع شدیم، او چای عمیق زدنم اینجا دیگه. در دوره جمهوریت بود، وکیل ولایتی بود، ملا بود دیگه، رئیس فدا و چند نفر از طرف حوزه و چی ای حتی این که دنیم این جماعت گفت 90 نفر 90 خانه را بدون امتیاز آب میده. فیصله نوشته کرد، فیصله را نوشته کرد که 90 خانه را دمی سایه از ما آب میده بدون امتیاز، منتها 30 روپه در متر مکعب پیسه میگه. دیگه یک چند وقت تیر شد دیگه، نمیدانم با حوزه سر و کار داشت با زمان جمهوریت امور. آره با اونا چیز دیگه. بعد از اون هیچ هر چند که نفر رفت گفت که ما شما در شکایت نکردیم؟ آلی هم شکایت کردیم، اگه آلی هم شکایت کردیم بردک در آبرسان در حوزه، از حوزه در آبرسانی گفت که همین چی وزارت آب برق اونجا رفتم و عرضه و چی ما را گرفتد، گفت ما ای حد میم و چند وقت تعلل کرد از او بدان از او پسان یک چند وقت را که تیر شد. باز دوباره رفت، دوباره هم یک دیگه در قصهش نشد. مردم هم گفت که حالا که موزور ما نمیرسد دیگه چی کار کنی، واقع اونا پیسه میته و یا هر کار که میکنه. و مقصد با اونا تعامل کرده دیگه و کسای دیگر اجازه هم نمیده که چا بکنه. این مشکلاتی بیابی از تمام چیز جدیه. بله مشکلات بیابی پس او رقم کسی بسیار جدی است. بله انشالله که مشکلات کمابی شما هم حل شده و ایر واقعا در افغانستان مخصوصا کابل مشکلات آبرسانی خیلی جدی داره. تمام من نواحی کابل مشکلات آبرسانی جدی داره. بله و آبرسانی ها درست عمل نمیکنه. این آبرسانی که دولتی شوه این خیلی در نفع مردم میشه تا اینکه شخصی باشه. بله بله شخصی یک روز عمل میکنه، یک روز کار میکنه، یک روز نمیکنه، یک روز میگه چه خوش شد، یک روز فلان شد، اگر بخونه مختلف ایجاد میکنه. انشاءالله که مشکلات کمابی دولتی شوه. میایم سری بحث از اینکه در منطقه سرخابات شما از کلینیک و مکتب و این چیزا چه رقم هستین؟ مکتب خو یک مکتب است، همینجا یک مکتب دولتی است دوی ساحه. منطقه با او شکلی که باید می بود نیست، او قدر رسیدگی نمیشه، جایشم خورده، نفوذ زیاده. منطقه کلینیک
یک کلینیک مؤسسه‌ای است خیلی بالا، اونجا نمیدونم که خب بعضی روزا هست بعضی روزا نیست، اون مؤسسه‌ای است دیگه. او کلینیک شخصی هست یک تا دو تا همینجا هست. مکتبای شخصی هم هستن؟ مکتب شخصی هم بله هست، مکتبای شخصی چند تا اکثرا چی مکتبای شخصی است دیگه. اینجا دیگه مکتبای دولتی اینو شاید کفایت هم نکنه مکتب برای این سوحه، باید اگر باشم خیلی مکتب کلان باشد چون سوحه کلان هستن، نفوذ جمعیت بله جمعیتش زیاده، نفوذش زیاده، منطقه خیلی خوب به شکلی که میبود نیست، نفوذ الحمدلله در منطقه زیاد است. بله دیگه آمدیم که نمیره از شما پرسان کنیم از آقالی در منطقه و یک مشکلات و چالش ها و دیگه انشاءالله که گفته شما سرکسازی و کار و پیشرفت خوب است؟ خوبه بله. یعنی هر چقدر سهولت ایجاد شده بر مردم خوب است. امروز سرکش مجرد شده سبا و کنون مهربان است که مشکل آبرسانی و وقت و مشکلات شما هم شده که میتونیم مردم هایی که در این منطقه زندگی میتونیم بر سهولت خوب تر زندگی کنیم. سلامت باشین. تشکر از شما. سلامت باشین دیگه. فقط امیر خواهش میکنم که امیر مردمی که در نقشه رفته همین متضررینی که خانایش در نقشه رفته از دولت تقاضا دارم که همینا را همون خساره شده یا زمین شده همین چیزای شده بید. بله 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 اینشالا که دوست مطمئن شروع کابل در تمام نواهی کابلی که تخریبات دارن اونا گفتن که تثبیت ملکیت شده و تا یک یک تایی مراحل بخواد تثبیت ملکیت شده تایی شده بله هزینه و ساخت و اینا شده پرداخت میشه انشالله که اونم عملی شده و مردمی که در این صاحب خانه شون بودن متضرر شده اونا هم تا یک مقدار پیسه ای که تسکینیشان موشه هم بودن دریافت کنید. سلامت باشید. تشکر از شما برادر. سلامت باشید. خب هموطنان عزیز مسیر را که میبینین مسیر سرک هسته و این سرک اینجا خاکبرداری هایش شروع هسته بخیر و اینجا دمی ساحایی که گفته بودم این مسیر خاکبرداری میکنن و خاکبرداری هایش هم یک مقدار شده و هنوز هم ماندن و اینجا هم اسکوتر ها و ماشینال ها در حال کار هسته، کار خاکبرداری دارن انجام میدن و انشالله که این خاکبرداری ها که تموم شد مسیر سرک هموار میشه دیگه. در این قسمت ها کار خاکبرداری شدیدن جریان داره و پیش چند همی اسکواتور هسته و لیدرها هستن که اینا کارهای خاکبرداری رو بخیر شروع کردن و کار میکنن. دیگه شما یک چند تصاویری که مربوط کار پروژه میشه بیننده باشین. دیگه ما میریم همراه یکی از هموطنهای خود که در قلعه قاضی قلعه چی همین شرق سرخابات مزرد میکنیم در قسمت شرق سرخابات کار میکنن زندگی میکنن. شما یک چند تصاویری که از ساحه کاری از این منطقه هستن شما بیننده باشین. ما میریم همراه یکی از هموطنهای خود که در منطقه همین شرق سرخابات زندگی میکنه از مشکلات ها و چالش ها و چشمدید از اونا هم میشنویم. دیگه تا اینکه ما یک هموطن را کلا پیدا کنیم شما یک چند تصاویر کوتاه از قسمت بیننده باشید. این ماشین روی شد بشید تو بند و خبر ندار یک دو
سلام علیکم. علیکم سلام. مانده نباشی. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ صحتم خوب است؟ بخیر هستی؟ سلامت باشی. دمی مسیر آمدیم بخیر، اینجا هم خط اندازی میشه و فکر کنم که یک سرک جدید باشه می. خب. امور رقمه؟ امور رقمه والله ما تازه آمدیم اینجا، از راه تر میشدیم اینجا آمدیم. خب. سال گیدم که امور رقمه. آره. این خوب اخی مردم زنده من ای خانه زیاد کش که کنه، کش که روتر شد. یعنی واقعا اینمی مسیر که خب یک سرکی که هماتون عزیز مشاهده میکنین، اینی سرک است که از سمت 20 متری داشته برچه شروع شد و میره سمت شهرک اجنبی و یک سرک دیگه قرار است این اینجا شروع شده، خط اندازیش هم شروع شده، کارش هم شروع شده. انشالله که بخیر. این سرک هم معلومات نداریم منطقه را ما که سرک به کدام سمت روان است؟ به هر سمت که روان باشه دولت تصمیم گرفته، همه شهر جور میشه، بازار جور میشه، بله، امی که سهولت بلده مردم جار میشه. این خیلی خوب است بیرار. بله دخیل. این مسیر که خط اندازی مونند کدام طرف است؟ این مسیر چی نام داره؟ این مسیر مسیر قلعه قاضی میگه. یعنی تمیرند و بال تمیره. خواه. این ساحک است خیرآباد نام داره. خواه. سرگی است که سرگ خیرآباد است دیگه پس. یعنی می سرگ سرگ خیرآباد از خیرآباد کج میشه و نو تمیره. خواه خواه خواه. بسیار خوب. تا پای از این کوهایی که معلوم میشه تا پای از این کوها رو مرد گیسه؟ آه تا پای از این کوها رو مردم همون تو مگه دیگه که بالا رو خط کده همون تو مره. درسته درسته. این همه رو خواستم که همراه شما یک مصاحبه کنم و یک معلومات بگیریم که لطف ده لطف زنجاد زنده باشه. سلامت باشه زنده باشه. خود شما در منطقه زندگی ما صاحب اینجی دو بال زندگی میکنیم، دو سه کوچه ای طرفه بال زندگی نمیکنیم. سمت خیرآباد دیگه. سمت خیرآباد. مسیر سرک شما چی رقم بود قبل از اینکه این سرک ها جور شوه و چی شوه؟ البته این موتور و این سه چرخ ما میبینیم مسیر سرک میبینیم یک مسیر سرک بسیار خراب داره. همون رقم یعنی مسیر سرک از می یعنی مسیر بسیار خراب. بسیار زمستون ده برف بارش مو ده بین او لای متر موری این می سرک که جور شه ان شاء الله رقم شاید او ترم شاید سرک داشته باشه. نه ان شاء الله که داشته باشه دیگه. اگه داشته باشه این مردم با زنده میشه. بله بله ان شاء الله که یعنی خونه ای که مسیر یک جای یک منطقه که سرک نداشته باشه، یعنی فکر کو که راه نداشته باشه، هیچ بدل نمخره. ان شاء الله که راه ها جور شه و بخیر سرک های شما هم جور شه. همین که مکتب بود، از مکتب قدم دویمش که سرک بود، بله، سهولت برای مردم میشه. بله بله. باز اینا مردم جهان دیده شده خوب ایران و پاکستان و کشورهای غربی تمام شرقی شروش کده ده هیچ کس ناراض نیه که سرگی بسیار خوب کار کده. بله اسلامی بسیار خوش موشی، بسیار زنده باشه، بسیار کار خوب است. سلامت باشه، زنده باشه، تشکر، لطفم جان، زنده باشه، سلامت باشه. خب همتانای عزیزم در منطقه سرخ‌آباد هستیم و این قسمت قرار است که یک سرک جدید جور شوه و بخیر سرک هم برون سمت خیرآباد، یعنی سرک خیرآباد بخیر جور شوه. انجینر صاحبای محترم در این ساحه هستن، کارهای خط اندازی و کارهاشون میکنن. البته اجازه مصاحبه را که از طرف ریاست محترم شهرولی کابل برشان گفته شده که مصاحبه نکنن و یک سری معلومات ابتدایی را که ما گرفتیم قرار است که این سرک بخیر یک سرک 20 متر جور شوه از این طرف طرف خیرآباد و تا پای از این کوهی که معلوم میشه پیش رو. یک سرک 20 متر است، کارش از اینجا شروع میشه، یعنی دقیقاً از این سرکی که از سمت چی میایه، از سمت سرک 20 متر میایه، مره وصل میشه به سرک شهرک امید سبز. از اینجا از پای از این سرک شروع میشه و مره بخیر همین رقم تا قسمت های خیرآباد و منطقه خیرآباد دیگه. هم منطقه پیشرو رو میگن منطقه خیرآباد هست و ما هم درست معلومات نداریم. از اهالی از این منطقه که پرسان کنیم گفتن سمت خیرآباد هست و سرک خیرآباد هم سابق سرک خیرآباد از اینجا این یک سرک بسیار دیگه از اینجا معلوم میشه این سرک سابق خیرآباد بود دیگه. انشالله که این سرک بخیر یک سرک 20 متر جور شوه و سمت خیرآباد که مردم خیرآباد هم از امتیازات از این سرک مستفید شوه. و
البته یک حدس و گمانایی که مردم و اهالی منطقه میگن که این سرک نامی از سرک وصل میشه به سرک پلی خشک از پلی خشک تا، ولی البته این خبر دقیق نیست. بازم تکرارن باز میگم خبر دقیق نیست. ان شاءالله که در آینده ها اگرم باشه، آینده ها هسته در این یک سال و دو سال اینا نیست تا اینکه بخیر کار از این سرک سرگی که از 20 متره شروع شده کار ازی بخیر تکمیل شده دیگه، تا کار ازی تکمیل میشه و این سرک بخیر شروع شده و کار ازی هم تکمیل شده، این یک زمان بسیار طولانی رو در بر میبره، یکی دو سال رو در بر میبره و بعد ها دو سال سه سال بعد اینا اگه بخیر کارش ادامه ازی سرک شروع شده که بره همه قسم طرفی پل خشک. البته این خبر هنوز هم بازم بگم واسق نیست و فقط یک حدس و گمانای مردم هست. و این هم سرکی هست که سمت سرخابات طرف شرک سرخابات مره که شما میبینین مطربانایی که در این لین کار مونه مسافر کشی میکنه بسیار مشقت های زیاد داره، گرد و خاک هسته و در زمستان ها هم گیرلای داره. میریم پیشتر همراه هموطنان دیگه خودم اونجا باشن، مسافت کار دارن، همراه از اونا هم صحبت میکنیم دیگه. بعد از اون انشالله که با شما هموطن عزیز خود خداحافظی میکنیم، با ما همراه باشین. سلام علیکم. سلام علیکم جناب خانم جان، بخیر سلامت باشید. بخیر هستید. شکر سلامت باشید. اینا بخیر کار سرگم شروع شده و خاک برداری ها بخیر شروع است. یعنی کار سرگ شروع شده، مردما خلاصه یعنی من کسایی هست که نظر خیمه است برای فعلا چیزی نداره که اولیش ده اگه اولی خامه که داشته بوده اونو مو در سرگ رفته، این مال مردما خیلی مشکلات در سر چیزی ها هسته، آب نداره، به حساب برق نداره، خانه نداره، این مردم خلاصه دچار مشکلات زیاد هسته. ما همین مشکلات کمابی را شنیدیم، این که شما گفتیم در زیر خیمه هستیم، نگم تو جای ما نیدیم در این مسئل سرک در زیر خیمه باشه شما گفتیم؟ والا ما زیاد دیدیم، ما به خاطر دیدیم کار سرک در جریان سرک هستم، ما زیاد دیدیم مردم ها امال کسایی هست که به حساب خانه یافت نمیتنه، امال در زیر خیمه هست با خاطر که امو نفر هم اینجا هست که ما برم های زیر خیمه باشه که شاید باشه او طرف قلعه قاضی باشه، در این حساب در این طرف سرخابات طرف های چی هست، مردم ها خلاصه دوچار مشکلات زیاد هست برای فعلا خب اینمی کار سرک جریان داره، خب ما در مقابل در کار سرک هستیم دیگه، مردم ها رو به حساب دوچار مشکلاش زیاد میبینیم بخاطر که ما در 24 ساعت در ساحه هستیم. بسیار کارای سرک بخیر به کجا رسیده؟ کارای سرک این طرف شهرک امید سبز که شروع شده دیگه، این تام قلای قاضی را به حساب تام سنگچال هست، سنگچال خود تخریب است، مردم ها که تخریب کرده یک تعداد مانده. کار خاک برداری این منظور مسته؟ کار خاک برداری تام قلای قاضی را خلاصه نمانده چیزی؟ یعنی خانه هایی که در مسیر سرک بوده تخریبش تکمیل است تا قلعه قاضیر البته. تکمیل است کار خاک برداریش بخیر شروعه. شروعه ما تا قلعه قاضیر خاک برداریش رو خلاص کردیم، بخیر انزیاف نمانده، یک روز یک نیم روز دیگه مانده دیگه. این مسیر سرکی که از قسمت 20 متری داشته برچی شروعه تا قسمت سرک وصل چه و در سرک شرک سبت یا شرک آجنبی چند متر سرک هست؟ عرضش برای ما بگیم عرضش برای فعلا خیلی این سرک ما خوش شده چکسی هستیم، این سرک خد یک سرک یک طرف خیر آباد میره کوچه آباد میره، این چیزی کم 6 کیلومتر است، 6 کیلومتر است. یا طول 6 کیلومتر است، برششان برش خو اندازه 20 متر است، 20 متر 60 متر است. اینا نمیدونم که والا تو دقیق خبر ندارم. از بعضی ماشین هم که میگن که 45 متر است. اوش خبر ندارم. 45 متر یا یعنی به حساب 60 کی است 60 متر به حساب 20 متر. بازی دم اندازه هم زو میگه کار میشه دیگه. درسته. انشالله بخیر کارش تکمیل شوه و سرک و به خاطر که منطقه سرخاباد که ما دیدیم سرکش بسیار خاکه و در زمستان و گیل و لای و در تابستان هم گرد و خاک، یک تعدادی که در سرک رفته خب اون کسایی که میمانه بر اینجا سهولت و حساب
چی میشه، سرک چی جور میشه، به حساب راش درست میشه. یعنی کسایی که اینوال زیر خیمه زندگی میکنه باز از دیل از اینا خدا خبره دیگه. خدا خبره. البته ما تا قسمت شهرک سرخابات تا قسمت بازارک سرخابات رفتیم، در مسیر رای خود که کسی رو ندیدیم، انشالله که اونا خانه پیدا کرده باشن، صاحب خانه شده باشن. والا نه دیگه، مردم ها خمیر ما کسایی دیدیم که دو سه خانه در یک خانه هست، کسایی که یک فامیل هست، بعضی کسایی که چی هست در روی خیمه هست دیگه، مشکلات زیاد هست دیگه. یعنی میرخم خوبی خدا مهربان است، مشکلات مردم هم حل شود. آه موفق باشید، سلامت باشید، زنده باشید. تشکر شما. خب هموطنان عزیز، صحبت های هموطن ما رو شنیدین که از مشکلات ها و چالش هایی که مردم هایی که خانه هایشون تخریب شده هم برای ما گفتن، که البته ما در مسیر از سرک که آمدیم کسی را که ندیدیم که زیر خیمه باشه. انشالله که اونا تا حالا شاید یکان خانه پیدا کرده باشه، یکان سرخانه پیدا کرده باشن، رفته باشن. انشالله که او قسم که این هموطن ما گفتن هم نباشه دیگه، امیدوار هستم که چنین نباشه دیگه. آمدیم از مسیر سرک بخیر برای شما یک گزارش را یک کنیم و این گزارش هم که شما دیدین و مشکلات مردمی که در ساحه سرخابات زندگی میکنه هم شما شنیدین از زبانی هموطنای ما، و کسایی که خانه هاشون تخریب شده هم از گفته از او هموطن ما که گفتن زیر خیمه ها زندگی میکنه، که انشالله چنین نباشه و نخواهد بود دیگه. درست از خانه ها تخریب شده، یک مقدار مشکلات های مردم بودن، خانه کم کمبود خانه هم در برچه احساس میشه با وجود او خانه هایی که تخریب شد دیگه. انشالله که بخیر کاری سرک خلاص شده و اون مردم هایی که در اون مشکلات و مشقت هایی که اصلا اونا هم صاحب یک جای جایداد و خانه بر خود پیدا کنه، یک سرخانه بر خود پیدا کنه دیگه. ما آمدیم امروز فقط خواستیم که گزارش بگیریم از کار ساخت سرک و بازسازی سرک، کارا بخیر به کجا رسته. یعنی بخیر در این قسمت ها، البته در قسمت های سنگچال و شرک همت اینجا کارهای تخریب کاری هنوز ادامه داره، تکمیل نشده. در این قسمت های الحمدلله میبینیم که کار خاکبرداری بخیر شروع شده، یعنی کار خاکبرداری که شروع شده کار هموارکاری سرک هسته و هموار سرک هموار شده و آماده میشه بخیر برای قرزی و گپا. انشالله که این مشکلات های مردم هم حل شده و این سرک هم بخیر جور شده. شما میبینیم که یک سرک بسیار خراب و خاکه و گلی داشته مردم دیگه، با وجود از این سرک انشالله که یک سرک خوب تمام از این منطقه سرک داشته باشن، رای رفت آمدشان در زمستان تابستان یک سرک پخته باشه دیگه. ما هم زیاد پر حرفی نمی کنیم، مزایم وقتان نمیشم. تشکر از حضرمندی شما و یک جهان سپاس از اینکه بیننده برنامه چشمک بودین. برای حمایت از ما و گفتنی ها و نظریات پیشنهادات شما در کامنت برای ما بنویسین، حتما کامنت ها رو میخوانیم و انشالله ساحاتی که شما مد نظر دارین از هر جایی که باشن ما انشالله در قسمت ها هم برنامه خواهیم داشت. تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. تا ویدیوهای بعدی و دیدار بعدی شما رو به الله پاک و لعزت میسپاریم. خدا یار و مددگاری همه ما و شما.